در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از سفر رهبر کاتولیک جهان به عراق، ادامه سرکوب خونین معترضان در میانمار، حملات انصارالله یمن به عربستان، برنامه آلمان برای تعطیلی نیروگاه های ای تا سال 2022 و دو خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان تا بعد از ظهر شنبه 16 اسفند تعداد مبتلایان و فوتیهای های کووید 19 در جهان به ترتیب به 116 میلیون 800 هزار نفر و 2 میلیون و هزار نفر نزدیک شد تا کنون حدود 92.5 میلیون نفر از کرونا بهبود یافتند برزیل از نظر شیوع کرونا در وخیمترین شرایط خود از ابتدای گیری به سر میبرد رئیس جمهور این کشور از مردم خواست از غور زدن درباره این بیماری دست بردارند با احتساب مرگهای ناشی از کرونا در ایتالیا در سال 2020 سال گذشته میلادی بالاترین آمار فوتیهای سالانه این کشور پس از جنگ جهانی دوم را ثبت کرد. از سوی دیگر تعداد مبتلایان روزانه ترکیه بار دیگر از ده هزار نفر فراتر رفت. عراق نیز در روزهای اخیر بیشترین تعداد مبتلایان روزانه خود از ابتدای همهگیری را ثبت کرده است با ادامه بحران کرونا در پاراگوه و استعفای وزیر بهداشت این کشور معترضان به نحوه مهار شیوع کرونا توسط دولت در پایتخت با پلیس درگیر شدند طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی یافته های تیم اعزامی این سازمان به شهر ووهان چین برای یافتن منشأ کرونا اواسط ماه مارس منتشر خواهد شد استقبال از پاپ در عراق پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه با استقبال رسمی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق وارد این کشور شد. پاپ پس از برگزاری نشست با نخست وزیر عراق با برهم صالح رئیس جمهور این کشور و جمعی از نخبگان مذهبی و دانشگاهی نیز دیدار کرد. رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز سفر خود به عراق با آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر قدر شیعیان عراق در شهر نجف دیدار کرد. پاپ همچنین قرار است در این سفر سه روزه با مسیحیان عراق نیز دیدار کند. پیش از پاپ فرانسیس هیچ کدام از رهبران کاتولیکای جهان به عراق سفر نکرده بودند. ادامه سرکوب خونین معترضان در میانمار با ادامه سرکوب های خونین در میانمار پلیس این کشور روز جمعه با شلیک گلوله جان یکی دیگر از معترضان ضد کودتا را گرفت از زمان کودتای ارتش میانمار در یکم فوریه و سرنگونی دولت آنگ سانسوچی، سوچی دست کم 55 نفر در جریان تظاهرات جان باختند میشل بچلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده تا کنون بیش از 1700 نفر شامل 29 خبرنگار در میانمار دستگیر شدند. از سوی دیگر درخواست کودتاگران برای انتقال حدود یک میلیارد دلار پول موجود در بانکی واقع در نیویورک با اقدام دولت آمریکا متوقف شد. ایالات متحده همچنین با اعمال محدودیت هایی دو وزارتخانه میانمار و شرکت های شاخص وابسته به ارتش این کشور را از انجام معاملات خاص منع کرده است. حملات انصارالله الله یمن به عربستان ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد شنبه پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را با دو فروند پهپاد مورد هدف قرار دادند. روز جمعه نیز علاوه بر پایگاه هوایی ملک خالد، فرودگاه بین المللی ابها در دو نوبت توسط پهپاد مورد حمله قرار گرفته بودند. تعطیلی تمام نیروگاه های هسته‌ای آلمان در سال 2022 دولت آلمان قصد دارد برای تعطیل کردن نیروگاه های حسده ای این کشور به چهار شرکت حوزه ای انرژی به طور مشترک دو و چهار دهم میلیارد یورو قرامت پرداخت کند. آلمان قرار است تا پایان سال 2022 استفاده از انرژی هسته ای را به طور کامل حذف کند. پس از فاجعه ای اتمی فوکوشیما در سال 2011 که پس از زلزله نه ریشتری رخ داد، آنگلا مرکل صدر آلمان دستور داد تمام راکتورهای هسته‌ای این کشور به تدریج از رده خارج شوند. از حادثه ای اتمی فوکوشیما به عنوان دومین فاجعه ای اتمی جهان پس از حادثه چرنوبیل در اوکراین یاد می شود. انتقاد صلح سبز از وزیر محیط زیست اسرائیل سازمان مردم نهاد صلح سبز روز جمعه از ادعای وزیر محیط زیست رژیم صهیونیستی در رابطه با ایران به شدت انتقاد کرد. به دنبال آلودگی نفتی دریای مدیترانه در روزهای اخیر، گیلا گاملیل وزیر محیط زیست اسرائیل بارها نفتکش‌های حامل نفت ایران را عامل آلودگی در دریای مدیترانه خواند. در مقابل جاناتان آیخنباوم مدیر صلح سبز اسرائیل ضمن شرماور خواندن اظهارات این مقام رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این ادعا در حال حاضر فاقد هر گونه مبنای واقعی است وزارت دفاع رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه ای اعلام کرده هیچ مدرکی داله بر ریختن عمدی نفت به دریای مدیترانه توسط نفتکشها پیدا نکرده است.